مرحوم عبدالرحیم غفورزی در سال 1950 به شهر کابل تولد شد و تحصیلات ابتدایی خود به شهر کابل و تحصیلات عالی را در مکتب حبیبیه ختم کردن و تعقیبش داخل پوهنتون کابل شدند. در پوهنتون کابل البته علاقمندی زیاد به ادبیات داشتند و 4 سال بعد فارغ التحصیل ادبیات در پوهنتون کابل شد و آرزومند ازی بود، به خاطر که قبلگاهش نایب الحکومه به هرات بودن، آرزومند ازی بود که در وزارت خارجه کارمند شوند. امتحان کنکور وزارت خارجه را دادن و به تعقیبش با نمرات عالی کامیاب شدن و شامل خود کارمندای وزارت خارجه گردیدن. بعد از سپری چند سال کار در پوهنتون کابل اینا شایستگی از خود نشان دادن که برن به نمایندگی دائمی افغانستان به ملل متحد. در او زمان البته آقای پژواک سفیر ما به خود ملل متحد بود و رفتن به حیث دیپلمات افغانی به خود ملل متحد. چند سال را به اوجه کار کردن و بعدا متاسفانه در سال 1978 در افغانستان کمونستا از طریق کودتا حکومت گرفتن و به تعقیبش دسامبر 1979 روسا اشغال کردن افغانستان. این یک حادثه بسیار بد بر افغانستان بود بدون شک، روز تاریک و تو روز سیاهی در تاریخ افغانستان حساب میشه. در همین سال فامیل مرحوم غفورزی، خانمش انیسه جان و طفلکایش به کابل بودن. با وجود از اینکه فامیلش به حیاتش به مخاطره بود و امکان از ایره داشت که در مقابل فامیلش هر نوع عمل کرده صورت بگیر از طرف کمونستا، اما با وجود از اون در یکی از روزها در کنفرانس کشورهای عدم انسلاک در ملل متحد بیانیه را ترتیب کرده بودن. البته او بیانیه طور ترتیب شده بود که مغایر با خط اساسی خود حکومت کمونیستی نبود، اما وقتی که داخل خود صحن و تالار میشن مرحوم غفورزی متن دیگه از جیب خود بیرون میاره و به مو روز پیش روی همگی در تالار خود مقر ملل متحد محکوم میکنه اشغال افغانستان توسط شوروی. و این واقعا یک عمل بسیار شجاعانه بود از طرف یک دیپلمات افغانی. تمام اعضای دیپلماتیک و مقیم ملل متحد از استقبال میکنن. کشورهای جهان آزاد واقعا این یک عمل شجاعانه خطاب کردن، اما اونا به اندازه از خود شجاعت نشان دادن که بدون از اینکه متوجه باشن که چی یک خطر متوجه فامیلشان به کابل بود. شکر خداوند که فامیلشان به سلامتی پس در ماه بعد آمدن به نیویورک و زندگی مشترک را شروع کردن. طی سالهای جهادی مرحوم غفورزی با زعمای جهادی ارتباط دوامدار داشتن، همیشه کوشش کردن که در محافل مختلف، در جاهای مختلف، در حلقات دیپلماتیک، در حلقات سیاسی خود امریکا دوامدار محکوم بکنن می اشغال شوروی، اشغال افغانستان توسط شوروی. و در طول این سالها البته جبهات جهادی تانستن که در فرجام موافق شوند و غلبه کنند بر خود کمونیستا در افغانستان و در فرجام رژیم کمونیستی سقوط کرد. اما همیشه از لابلای امواج رادیویی و تلویزیونی آدم میشنید که مرحوم غفورزی که همکار نزدیک ما بود محکوم میکرد و میگفت که ملت افغانستان به هیچ وجه قبول کردن نمیتونه اشغال مملکت توسط کمونیستا و توسط شوروی سابق. در 1992 اپریل 28 نیروهای مجاهدین غلبه پیدا کردند. تنظیم‌های جهادی در آن زمان موافق می‌شدند که یک حکومت را تشکیل بکنند، البته با استثناء از آقای حکمتیار، و اینا در آن زمان تعیین شدند به حیث شاژدافیر نمایندگی دائمی به خود ملل متحد و به تعقیبش به حیث نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد. بین سالهای 92 تا 95 مشغول بودند به میکار. به سال 95 بنابر لیاقت زیاده که مرحوم غفورزی داشتن، دولت امیر لازم دید که اونا به حیث معین سیاسی وزارت امور خارجه به کابل اونا دچار شامل کار شوند و اونا کار شروع کردن. در 1995 فعالیتشان به کابل شروع شد. در وزارت خارجه تغییرات عمده را آوردن و به حیث یک کارمند مسلکی وزارت خارجه و کسی که واقعا تجربه زیاد داشت تانست که ریفورم ها و اصلاحات زیاد را به داخل خود وزارت خارجه اینا بیارن.
سال 1996 به اجلاس ملل متحد در اسامبلی عمومی اینا عازم نیویورک شدند. دو روز پس از برگشتشان به خود نیویورک غرض اجلاس در جامعه اسامبلی عمومی، متاسفانه که کابل به تاریخ به سپتامبر اشغال شد توسط طالبان و در طول یک ماه بعدش زحمات زیاد را کشیدن. و ما خوب به یادم است که ما هم سفر بودیم و به نیویورک رسیدیم و بسیار ما یک شاک کلان بزرگ بود که طالبان کابل اشغال کردن و ما در صدر دید شدیم که ما واقعا پیدا کنیم که در عقب خود صحنه کی بازیگر کلان بود. و با مسایی نهایت زیاد و کار شبانه روز بالاخره در اجلاس شورای امنیت ملل متحد اونا تانستن که برای اولین بار با یک فشار زیاد در خود مسجلات ملل متحد و مسجلات شورای امنیت داخل بسازن که در افغانستان اشغال مداخله خارجی وجود داره. و در قطعنامه امو سال 1076 امی کلمه مندرج گردید که برای تاریخ سیاسی افغانستان واقعا در این زمان که یک تاریخ یک روز سیاه بود، در این زمان به تصویب رسید که طالب یک پدیده خودجوش از داخل افغانستان نبود، بلکه یک پدیده بود که از طرف خود دستگاه استخباراتی پاکستان یعنی آیسای واقعا در صدد اشغال افغانستان بود و تعویض افغانستان به صوبه پنجم اقتصادی پاکستان. در سال 1997 من در زمان البته تحت هدایت از اونا من دیپلمات شده بودم به سفارت افغانستان مقیم واشنگتن و می مقره که فعلا ما مصاحبه داریم به می اتاق. اونا وظیفه گرفتن که به داخل افغانستان در صدد تشکیل جبهه متحد شوند. از طرف مرحوم و سردار شهدا احمد شاه مسعود احوال داده شد که اونا بعد از غرض تشکیل جبهه متحد بیاین به داخل افغانستان. و اگر فراموشم نمیشه به خاطر که حدود 18 ماه یک جای کار کرده بودیم، وقتی که به سر من صدا کردن که بیایم به نیویورک و بریم به طرف افغانستان، یک سفر طولانی داشتیم از نیویورک به قزاقستان و از قزاقستان توسط طیاره خاص چارتر شدگی رسیدیم به تاجیکستان و در اوج مرحوم احمد شاه مسعود منتظر بود و خلاصه اساس جبهه متحد دمی ماها گذاشته شد. و قبل از اون ما در علاقات مختلف دیپلماتیک و شدل دیپلماسی در اون زمان به پایتخت‌های زیاد سفر کردیم برای از این که آواز ملت مظلوم افغانستان به گوش جهانیان برسن و این که به دنیا به اثبات برسانیم که افغانستان بر بار دوم در دهه دوم یک بار اشغال شد. خوشبختانه جبهه متحد تشکیل گردید و با مسایی زیاد در ماهای جون و جولای بود که امیر لازم دیدن و تمام دوستا داخل جبهات مختلف افغانستان که بنابر شهامت و شجاعت خود مرحوم غفورزاده و در عین زمان با یک دیدگاه وسیع برای خودشمولی و شمولیت تمام اقوام در چارچوبات یک دولت و در عین زمان با یک نوع زعامت و مزایای واقعا زعیم، اینها تانستن که تمام اقوام دور یک دیگر جمع بکنن و ببرن افغانستان به طرف از یک حکومت فراگیر و حکومت تمام اقوام تشکیل شود. خوشبختانه که به تاریخ 11 آگوست سال 1997 با سفرهای مختلف و نقاط مختلف افغانستان، با مذاکرات دوامدار، با بیدارخوابی شبانه روز که امی اساس امی حکومت گذاشته شود و به تاریخ 11 امی حکومت اعلان شد. ما در اون تاریخ به مزار بودیم و بعد از سفرهای مختلف به پلخمبی و به پنجشیر و سایر جبهات ما امیر تشکیل کردیم و گپ آمد سر تشکیل کابینه دولت در اون زمان که ایجاب میکرد که با حیاتهای مختلف دیدار صورت بگیره. با در آخرین موضوعی که بحث روی وزارت داخله دوال جریان بود، البته در اون زمان دوستای ما در مرکز افغانستان